هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه 16 ماه می در خدمت شما بزرگواران است. پنجمین برنامه از مجموعه برنامه هایی که برای فهم کنش در امر سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی انجام می شود رو در خدمت شما ارائه می کنم. در واقع هر روز شما فیلم ها، اخبار و گزارشاتی رو میشنوید از حجم تبخشی که توسط کارگزاران این رژیم در قالب گشت ارشاد، امر به معروف، در خیابان ها به زنان و بانوان ایرانی تعرض میکنه. هر روز گزارش فساد رو در دستگاه های دولتی، حتی نزد روحانیون بلندپایه میشنوید و میبینید و برای شما اسباب تعجبه. ما سعی کردیم نشان بدیم که چگونه این رفتارها موجه میشوند، توجیه میشن. کسانی که در خیابانها تعرض میکنند به دختران ما، به مادران ما، به برادران ما، در زندانها آن کارها رو انجام میدهند، در قالب یک تفکر، یک عقیده، یک ایدئولوژی دست به این کار میزنند. آیدوتراسی یعنی آنتوان دستو دوتراسی که به همراه افرادی مثل کابانیس و کندیاک و دیگر تحلیلگران آن زمان سعی کردن مسئله ایدئولوژی رو نشان بدهند، یک نکته جالبی رو او ذکر میکنه. میگه وقتی شما از قوای فکری و غریزی یک جانور آگاهی ندارید، در واقع اون جانور رو نمیشناسید. ایدئولوژی هم برای فهم یک جانور است و اون انسانه. در واقع سخن های دوتراسی من رو به یاد یک تعبیری میاندازه که همیشه به کار بردم و آن این که شما اگر در مسئله زیستشناسی نگاه بکنید، در شاخه هایی که مربوط به حیوانات هست، سگها یعنی همان هایی که امروز ما با اونا زندگی میکنیم، انیس و مونس ما هستند، حافظ خانواده ما هستن، از دارایی های ما حفاظت میکنه، با اونها به مسافرت میریم. اینها در واقع از نظر ژنتیکی گرگن، یعنی گرگ هایی بودن که انسان ها اونها رو اهلی کردن و از اونها برای حفاظت از گله ها، شکارها و انواع و اقسام اینها استفاده کرد. بنابراین سگ ها شاخه‌ای جدا از گرگ ها نیستن و خصلت اونها هم بسیار شبیه به همه. اما به مرور زمان سگ ها تبدیل شدن به یک موجودات و جانورانی که تعلیم و تربیت گرفتن، در فضای انسانی زندگی کردن و در نتیجه کنار انسان ها هستن. شما به راحتی میتونید یک کودک خودتون رو به نزد یک سگ امانت بسپرید، برید به محل کارتون برگردید و کودکتون رو ساده و سالم تحویل بگیرید. اما آیا می توانید کودک خودتون رو، حتی یک فرزند بالغ خودتون، به یک گرگ امانت بدهید؟ می بینید نه. پس می بینید اونها از نظر ژنتیکی یکی هست، شباهت هاشون یکیه. بله درست، سگ‌ها به مرور زمان انسان ها توانستن نژادهای خاصی از سگا بیرون بیاورن، اما سگای اولیه هم همین کارو میکردن، یعنی حفاظت از گله ها، مردم، کمک به شکار. خب چه چیزی متفاوت میکنه رفتار یک گرگ رو با رفتار یک سگ؟ با اینکه هر دو حیوانن، از یه شاخه، اشتراکات ژنتیکشون زیاده. تعلیم و تربیت.
در انسان ها هم همین وضعیت. من یک بار این تعبیر آیه ایگلتون رو به کار بردم که آن چیزی که سبب میشه شما انسانی رو فرشته ببینید و انسان دیگری رو شیطان، ایدئولوژی. مذهب هم همون کار رو میکنه. ما سعی کردیم در این برنامه ها از فرهنگ آغاز بکنیم، به مذهب یعنی اسلام برسیم، بعد به ایدئولوژی بیایم، بعد نگاه بکنیم که تلفیق اینها چه جانورانی رو تولید میکنه در قامت انسانی. کلمه جانور رو به معنای منفیش نگیرید، همه ما انسان ها در درون اون جنبه های فرگشتی و تکاملی از یه ریشه جانوران هستیم، اما خب در شاخه های مختلف جدا شدیم، به مرور زمان تغییر و تطور پیدا کردیم، متحول شد. بنابراین اگر میبینید برخی از انسان ها حتی از جانوران هم ددمنشترند، به قول اونهای جنتی ددمشیانه ترند، حاصل تعلیم و تربیتی که کسی نگاه میکنی جلوی او اگر هزار نفر رو گردن بزنن او خوشحال میشه، نماز شکر به جا میاره. اگر کودکان رو بکشن، به زنان تجاوز بکنن، او نه تنها ناراحت نمیشه بلکه این رو یک حکم انسانی و اخلاقی و الهی میدونه. چه چیزی سبب میشه که حتی حیواناتی که نسبت به فرزندان خودشون اون عطوفت رو دارن در انسانها بعضا وجود نداره؟ ما کم نداریم در درون ایدئولوژی هایی که متولیان اون ایدئولوژی فرزندان و نزدیکان خودشون رو سر بریدن، اعدام کردن، رو کشتن. وحشتناکه حتی فکر کردن به اون، اما ضروریه. اگر بخوایم در به این اتاق تاریک رو باز کنیم و وارد اون بشیم و یک نورافکنی یا چراغی روشن کنیم که بدانیم در این اتاق تاریک چه بوده، برای ما انسانها ترس ایجاد کرد. به همین دلیل به ریشه ها نپرداختیم، نرفتیم ببینیم آخوند به عنوان این جانور در درون کدوم ایدئولوژی قوای رفتاری و فکریش رو تنظیم میکنه، یک انسان متمدن چگونه رفتار میکنه. و این خطاست، به همان اندازه خطاست که شما به جای اینکه سگان رو در آغوش بگیرید گرگان رو در آغوش بگیرید. ما سال 57 این کار رو کردیم، یعنی فریب ظاهر رو خوردیم، فکر کردیم اینها هم آدم هایی هستن که برای اخلاق مدرن آمدن، انسان های متمدنن. در حالی که اگر قوای فکری اینها رو می شناختیم می دانستیم در همین قوای فکری اونها هست که سعی می کنن مردم رو هم فریب بدن. ما به بحث کارکردهای ایدئولوژی داریم می پردازیم، میخوام ببینیم ایدئولوژی چه کار میکنه و بعد تلفیقش بدیم، ببینیم مشترکات اسلام که بعداً ایدئولوژیک میشود چگونه یک هیولا رو تولید میکنه، مثل پسری که زمینه های جنایت رو در درون خانواده داره، حالا وارد زندان هم میشه، چیزهای جدیدی هم از همقطاران و هم بندیان خودش یاد میگیره، وارد جامعه هم میشه، جزء گروه های اوباش و اراذل هم در میاد. حالا ببینید اون بچه دیگه چه بچه‌ای خواهد شد. همه چی تمامه در جنایت. اینکه آخوندها در جنایت همه چی تمامن برمیگرده به شناخت اسلام، ایدئولوژیک شدن اسلام و جنبه هایی که ما عرض خواهیم کرد. به همین دلیل بسیار وحشتناک کردیم. خب در بحث ایدئولوژی نشان دادیم جنبه های از کارهایی که ایدئولوژی به عنوان کار ویژه ارائه میکنه، اما جنبه های دیگه ای هم داره. یکی از مهمترین جنبه های ایدئولوژی توجیه کنندگی است، یعنی موجه کردن، عقلانی کردن، استدلالی کردن. اما یه مشکلی وجود داره، آیا این عقلانی و استدلالی کردن به درستی صورت میگیره یا ما فکر میکنیم که این حرفی که داره میزنه عقلانی است؟
اینجاست که اهمیت منطق و مغالطات و استدلال مشخص میشه. یکی از کارهایی که ما در بازشناسی باورها انجام میدیم همینه، روشن کردن مغالطات. یعنی سلیمانی کلامی رو میگه، شما میگید به به چه کلام درستی است، دقیق، چقدر منطقی صحبت میکنه، چقدر مثالهاش دقیقه. اما اگر آشنا به منطق و مغالطات باشید میفهمید سلیمانی داره مغالطه میکنه. کسانی که سن و سالشون کمی از ما بیشتره، یه برنامه هایی در جمهوری اسلامی پخش میشد که این آقای محسن قرائتی یا آخوندی بود میآمد در مورد قرآن و اینها صحبت میکرد، بعد از اون تلویزیون نشان میداد. او میآمد در مورد توجیه کردن مسائل شرعی، آیات قرآن، قصص قرآنی با ترفندهای خاصی که داشت بسیار خوب سخن میگفت، مثالهای عام فهم میزد، شعارهای جالب میداد و خیلی از مردم رو جذب میکرد. بعدا اون رئیس فکرم نظر سواد آموزی و نام شده بود، آقای محسن قرائتی، کتاب تفسیر قرآن هم داره. ما هم وقتی اینها رو میشنیدیم میدیدیم خب درسته، حرفاش خیلی منطقیه. به مرور زمان بود که با مطالعه در حوزه منطق و مغالطات و معرفت شناسی و مسائلی از این دست فهمیدیم که بابا تمام حرفاش مغالطه است و یکی یک مغالطات او رو میشه به راحتی مشخص کرد. اما مردم عادی ممکنه نفهمن، ندانن که این دلیلی که او داره میگه دلیل نیست، مغالطه است. مغالطه یعنی اینکه ذهن شما رو فریب میده، به غلط میاندازه و یک استدلال معیوب رو به جای استدلال یا دلیل درست میخواد به شما نشان بده. خب ایدئولوژی این کارها رو انجام میده. اولین کارش که در توجیه کنندگی سعی میکنه از اون بهره ببره، عدم نیاز به صدق و کذبه. شما دیدید خود در قرآن هم آمده، یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی خیلی شاخصن که به غیب ایمان دارن. سوال اینه، هر ادعایی که بزرگتره شما باید دلیلش قوی تر باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فرض کنید من به آقای شهرتی بگم که آقای شهرتی من امروز یک سگ سیاه دیدم. آقای شهرتی از من سوال نمیکنه دلیل خاصی داری یا نه. چرا؟ چون سگای سیاه زیادن. اما اگه به آقای شهرتی بگم من یک سگ پرنده دیدم، قطعا آقای شهرتی به من میگه امیری تو حالت خوب نیست مثل که امروز سگ پرنده کجا دیدی، چجوری بود، بالش کجا بود، چطور پرواز میکرد. چون سگ پرنده در زمینه ذهنی تجربی ما وجود نداره. پس هرچه ادعای من بزرگتره، خلاف عقل، خلاف تجربه است، در نتیجه باید به همون اندازه دلیل قوی نشان بدم. یعنی حتی اگر عکس و فیلم هم بیارم و به جناب شهرتی نشان بدم، ایشون موجهه که از من بگه این فیلم شاید فتوشاپه، شاید دستکاری شده، شاید با صنایع فیلمسازی که دیدید دیگه وجود داره اینها رو ساختن. چون خیلی دشواره که انسان باور بکنه سگی پرواز میکنه. چند نفر از انسان ها هستن که دیدن سگی پرواز بکنه؟ دیوید هیوم همین تعابیر رو به کار می برد که میگه کسانی که معتقد به معجزه هستن، یعنی چیزی که برخلاف قوانین طبیعته، مثلا خورشید برگرده یا انواع اقسام این معجزات که مثلا چوبی تبدیل بشه به اژدها، ماه دو نیم شد، دیدید؟ خب هر کدوم از اینا باید دلایلش خیلی قوی تر باشه. اما جالب اینه که در درون دین و در درون ایدئولوژی ها میگن برای اینا دلیل نخواهید. یعنی برای ساده ترین چیزها دلیل انسان میخواد، اما اینا میگن برای مهمترین چیزها دلیل نخواهید، ایمان بیارید. یعنی عقل مهم نیست، عقل در اینجا راه نداره، اینجا دیگه تعبدی است، ایمانی است.
میگید مگه قیامت وجود داره؟ میگه بله. مگه انسان بعد از مرگ دوباره برانگیخته میشه، مبعوث میشه، به دنیا میاد؟ میگم بله. میگیم خب نشانه به ما بده. میگه نه، این دیگه ایمانیه، یؤمنون بالغیب، باید ایمان بیاره. در ایدئولوژی ها هم همینه. اونها سعی میکنن صدق و کذب ادعای خودشون رو نشان ندن. مثلا من عرض کردم آلمانی ها معتقد بودن که نژاد آریایی خیلی برتره. خب میگو خب دلیل بده به ما، اصلا نژاد خالص آیا وجود داره؟ دلیل برتر بودن نژاد آریایی بر بقیه نژادها چیه؟ دیگه نمیرن دنبال این که اثباتش بکنن، نشان بدن که بله واقعا یه همچین داستانی هست. در بقیه ایدئولوژی هم هم بنابراین ایدئولوژی نیازمند صدق و کذب نیست و این خیلی خطرناکه برای مردم، که شما رو عادت بدن که دلیل نخواد. جنایت میکنید دلیل نخواد، به مزخرفات و مهملات باور داری دلیل نخواد، یا بعضا هم دلیل اقامه میکنن اما دلایلشون کاذبه، دروغینه، اصلا دلیل نیست. شما در ایدئولوژی ها نگاه بکنید، عامل بدبختی ما یهودیان هستند. در این همون ایدئولوژی آریایی، در نژاد خاصی که هیتلر و دار و دستش مد نظر بود، جامعه آلمان چرا بدبخته؟ چون یهودی ها، اینا تمدن از بین میبرن. بعد نگاه میکنی میبینی عزیز من یهودی ها مگه چند نفرن؟ دو پومن. عوامل اجتماعی موثری در اونجا وجود داشته که جنگ ایران افتاده، آلمان شکست خورده، مجبور شده قرارداد ورسای رو ببنده، کشورهای دیگه به او تحمیل کردن، آلمان در وضع بدی قرار گرفته. هزاران دلیل رو نادیده میگیرن، همه رو میندازن گردن یهودیان، اینا مشکل ما هستن. دیگه بقیه دلایل شما دیگه دنبالش نرو، همین که ما میگیم بپذیر. منشأ فساد زنان هستند. پره از ادبیات اسلامی از این تعابیر، زنان چنینن و چنانن. بعد میگه قربان دلیلت چیه؟ دو سه نمونه از این زنان رو مثال میزنن، در حالی که اگر به مردان نگاه کنی شاید 100 نمونه از اونا رو بتونی پیدا بکنی، همون وضعیت رو دارن. پس اولین دلیل برای توجیه کنندگی ایدئولوژی ها اینه که صدق و کذب از شما نمیخواد، علل خصوص برای ادعاهایی که جزء مبانیشون است، جزء بنیانهاشون. دومین دلیل توجیه کنندگی یا دومین ویژگیش برتری اخلاق سازمانیه. یعنی یه اخلاقی رو به شما تحمیل میکنه که شما این اخلاق رو وقتی پذیرفتی بقیه مبانی اخلاقی رو دیگه کنار میذاری. من بارها شنیدم وقتی با مسلمانان عزیز وقتی بحث میکنید میگن شما بی خدایان مبنای اخلاقتون چیه؟ ما به اونا میگیم عقل، تجربه، خرد جمعی. اونا میگن مگه اینا مبانی اخلاقیه؟ میگه بس مبانی اخلاقی چیه؟ میگه قرآن، خدا، اینا مبانی اخلاقه. حالا با یک مثال نشان میدم که چطور این مبنای اخلاقی کاذبه. شما فرض کنید در درون یک جامعه شخصی دزدی میکنه. خب مبانی عقلانی به ما میگه شما باید نگاه بکنی که این دزد برای چی دست به دزدی زد. دیگه نمیخوای مجازاتی برای او در نظر بگیری، مجازات باید متناسب باشه. سوم، مجازات باید جنبه بازدارندگی داشته باشه. چهارم، مجازات باید نقش تعلیم و تربیتی برای اون شخص بازی کنه، یعنی اونو باز اجتماعی بکنه. بنابراین دوز رو برای یک مدت محدودی میبرن در زندان، دیگه مشکلات مالی داره یا انواع و اقسام چیزها رو بررسی میکنن، اگر نه مشکلات روانی داره برای اون کارهای انجام میده تا او وقتی بیرون اومد دوباره بتونه یک انسان باز اجتماعی بشه. اما اسلام چیکار میکنه اون مبنای اخلاقیش؟
میگه دزده، دستشو قطع. خب تو وقتی دست دزد رو قطع میکنی، آیا این دزد فردا که از زند اومد بیرون، حالا مجازاتم تمام شد، آمد بیرون، میتونه بره کار بکنه با انگشتای نداشتهش؟ چی کار میتونه بکنه؟ خب این دزدی که دزدی کرده، دستاشو قطع کردی، با هر چیزی که شما در نظر بگیری در درون جامعه چطور میتونه بره کار بکنه؟ دو، اعتباری که او از دست داده و همه مردم تو خیابون وقتی میبینن، میبینن آدمی که چهار انگشتش رو قطع کردن، میگه خب این دزد بوده دیگه. یعنی همیشه اون سجل کیفریش باهاش حمل میشه دیگه، باز اجتماعی نمیشه. سه، آیا این رفتار متناسب هست با عمل انجام شده؟ پس بنابراین مبنای اخلاقی شما بر خطاست. به همین دلیله که ما در زمینه کیفری، مکاتب کیفری آنقدر متعدد و متنوع شدن که دیگه قوانین شرعی کنار رفتن، چون وحشیانه است. دوستان مسلمان ما فکر میکنن که نخیر، ما نمیتوانیم از خرد جمعی، از عقل و از تجربه اخلاق بیرون بیاریم، باید و نباید بیرون بیاریم، خلق و خوی خودمون رو مناسب کنیم، فقط منبع اخلاق دینه. خب ما امروز میدونیم هم جنسگرایان وجود داره، علم به ما نشان داده، تجربه به ما نشان داده که انسانها داره گرایش های جنسیتی خاصی هست. با اونا چیکار باید کرد؟ همونطور که من و شما گرایش های خاصی داریم، اونا هم گرایش های خاصی دارن. از قدیم هم بوده. خب اخلاق گفتمانی که اون تعبیر هابرماسی رو به کار برده، یا اون اخلاقی که مدرنه، به ما میگه اینا هم انسان هم. اگر من گرایش جنسیم اینه، ایشون یه جوری دیگه است، اما باید اون رو به رسمیت بشناسه، حقش محفوظه. مبنای این حکم کجاست؟ عقل ماست، علمه، خرد جمعی است. اما وقتی برگردیم همین رو بذاریم در درون کانتکس دین، دین میگه اینا با سنگسار بشن، اینا باید کشته بشن، اینا رو باید اعدام کرد. مجازات آدمی که هم جنس گرا هست در اسلام چیه؟ کشتن و خراب کردن دیوار بر سر او و آتش زدن جنازش. شما به همین مجازات باید فکر کنیم. چرا؟ چون اون اخلاق دینی به اینا یاد نداده که بابا اینا هم انسانن. نوع فیزیک جسمیشون، نوع علایقشون بسته به اون مسائل مختلفی که در درون هر بدنی میتونه وجود داشته باشه متفاوته. اینا گناهکار و مجرم و جنایتکار نیستن، چون در گفتمان دینی اینا رو جنایتکار میدونن. به همین دلیل مجازات های وحشیانه ای بر اونها اعمال میکنن، مجازات های غیر اخلاقی اعمال میکنن. چه چیزی رو خواستم عرض کنم؟ به اینکه گاهی ما فکر میکنیم فقط یک منبع برای اخذ اخلاق وجود داره و اون دینه. هنوز همین رسوبات وجود داره در جامعه ما. یعنی خیلی ها فکر میکنن که بی خدایان بی اخلاق هست. اتفاقا کشورهای شمال اروپا و خیلی از کشورها، خیلی هاشون بی دینه، اصلا به دین اعتقاد ندارن. به اینکه کتاب آسمانی بیاد به اونها بگه این کارو بکن اون کارو بکن، نه اعتقادی ندارن و دارن زندگی خودشون رو اداره میکنن، میگردونن. خیلی هم امنیت و صلح و صفا و پیشرفت در اونها خیلی بیشتره. ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش هم به این مسئله اشاره کرده که کشورهایی که در اونها دین خاصی، حالا دین ما مثلا اسلام و دیگران وجود نداره، از نظر ابن خلدون تمدن وجود داره. تمدن نیاز به صلح داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به عقلانیت داره. پس اونایی که دین ما رو ندارن همه همچه عقلانی رو دارن، خردی رو دارن. اما یک انسانی که حل شده در ایدئولوژی فقط یک مبنا برای اخلاق میدونه، حالا اون مانیفست حزبشه یا دیدگاه پیشوا هست یا نظر ولی فقیه
یا نظر کتاب آسمانی است، حالا تورات، نمیدونم انجیل، قرآن، هر کتاب دیگری است. همین دلیل براشون سوال پیش میاد که مبنای اخلاقی شما چیه؟ چون ایدئولوژی بهش گفته اصلا خارج از کتاب ما اخلاق معنی نداره. اینا اگه خدا بهشون گفته این کارو بکن میکنن، اگه خدا بگه نکن نمیکن. دیگه عقلا فکر نمیکنن. الان شما در اسلام کودک همسری وجود داره. پیامبر عظیم و شأن اسلام کودک همسری کرد، علی کودک همسری کرد، امامان شیعه کودک همسری کرد، در جمهوری اسلامی هم کودک همسری رخ داده بارها، هر روز هم آمار شده دید. آخونده هم انجام دادن. یا محمدی ری شهری خودش تو خاطرات خودش میگه من رفتم دختر آقای مشکینی رو بگیرم، مشکینی که قبلا رئیس خبرگان بود، و خانواده رو بردم نشان دادم، گفتن که دختر آقای مشکینی و اینا، گفتم رفتیم دیدیم ولی خیلی بچه است، کودکه، حالا ما عقد بکنیم. گفت عقد کردند و بعد از یه مدتی آقای مشکینی گفت که من رفتم به آقای مشکینی، به آقای ریشهری گفت من رفتم به آقای مشکینی گفتم که آقا ما زن و شوهریم، این بچه رو بده من ببرم خونه. گفت آقای مشکینی گفت بابا این کوچیکه، نه 9 سالش نشده، 10 سالش نشده. گفت آقا من شوهرشم. دو تا آخوندم بودن دیگه. بعد اونم گفت خب بله دیگه بدیم بریم. خب شما بیا با عقل گفتمانی با اینا صحبت کن، با اخلاق گفتمانی، یعنی بگو آقا این کودکه، اولا جسم او، جان او، توانایی این زندگی مشترک و اون وضعیتی رو که داره نداره، نمیتونه انجام بده. دوپومن این کودک میخواد یک عقدی رو ببنده، یک قراردادی رو ببنده. مگه یک کودک قرارداد بلده ببنده؟ میدونه مگه الزامات و مسئولیت ها و وظایف اون قرارداد چیه؟ سپومن این کودک وقتی به عقد ازدواج در آمد، اون قرارداد میگه تو حق طلاق نداری، حق طلاق با مرده، دیگه راه خلاصی از دست اون شوهر نداره. چهارومن این کودک آیا در سن 8-9 سالگی وقتی به عقد ازدواج یک مردی در میاد، اونم تازه پدر این کار رو انجام میده، روانی از اون باقی میمونه؟ آیا به اینا فکر کردیم که روان کودک وقتی در 8-9 سالگی او رو از پدر و مادرش جدا کنید، بفرستید در خانه ی آقایی و او بخواد هر شب با او اون رفتارها رو انجام بده، چه وضعیتی داره؟ این توحش نیست؟ این بربریت نیست؟ بعد به ما میگن رسول الله انجام داده، علی ابن ابی طالب انجام داده. چه چیزی باعث میشه که اون انسان به این درجه از ادبار و نکبت بیفته؟ همون ایدئولوژی. اما اخلاق گفتمانی میگه بله، این در زمانی بوده که انسانها هنوز به اینها اشراف نداشتن، متفتن نبودن، آگاه نبودن. امروز فهمیدیم، امروز فهمیدیم که کودک همسری غلطه. اگر در جامعه ما 1000 سال قبل بوده، امروز جلوشو میگیریم، میدانیم هم جنسگرایان رو آتش میزدن. اما ما امروز که فهمیدیم این کار به عنوان یک گرایش انسانیست، میپذیریم، حقوقش رو به رسمیت میشناسیم. بردهداری غلط بوده. امروز ما وقتی اخلاق گفتمانی به ما گفته که خرد جمعی حکم میکنه انسانها دارای ارزش و اعتبار برابرن، بردهداری رو لغو میکنه. طبیعی یک مسلمان اینا رو نفهمه، چون اگه حل شده باشه در اون ایدئولوژی، هرچی شما بهش بگی میگه بابا چی میگه، این اخلاق نیست، این بی اخلاقی است. برای همین مسلمانان غرب رو وحشی میدونن، خودشون رو خیلی خوب و پاک و پاکیزه. برو به جامعهشون نگاه بکن، چون این بوی بد برای افراد عادی میشه. ابتذال شر یک مفهومی است که خب هانا آرنت و دیگران بهش پرداختن، به همین مسئله، یعنی عادی شدن یک مسئله برای یک شخص که دارم وظیفه ما انجام میدم. شما آدم ممکن عادی باشید، مثلا شما نگاه کن سلیمانی، یعنی آدم عادی، با سواد، با دانش،
حالا هیچ کدوم اینا نیستیم، من مثال عرض میکنم. ایدئولوژی براش تعبیر میکنه، میگه اگه تو معلم شدی بچه رو فلک کن، بچه رو کتک بزن، باش اینجوری برخور. همین سلیمانی وقتی بره معلم بشه، نقشی رو پذیرفته در درون یک ایدئولوژی به عنوان معلم. این نقش ارزش ها و مسئولیت ها داره، بهش میگه معلم خوب، معلمی که بزن، بابای خوب، بابایی که بچه ازش بترسه، شوهر خوب، شوهری که زن جلوش صحبت نکنه، زنت میره تو خیابون، چقدر شما بی غیرتین. دیدید تعابیر اسلامی اینجوریه، یعنی شوهری اجازه نده زنت بره تو خیابون رو بخنده صحبت کنه. حجابشون کمی حالا بگیم اسلامی باشه از نظر اینها، بلافاصله انواع اقسام القاب و عناوین رو به هنرمندان و افراد دیگه میدن، چون ایدئولوژی اونها این نقش رو تعریف کرده. اگه میخوای بدونی چرا در مملکت ما این ادباره، برای همین آخون نقشش رو داره بازی میکنه، مسئولیتش رو داره بازی میکنه، همونطور که آیشمن این کار رو میکرد، همونطور که گوبلز این کار رو میکرد. صحبت آرنت همینه، ابتذال شر، یعنی اینکه شر دیگه برای شما شر نیست، یه امر عادی است. گاهی به قدری عادی است که مردم هم مثلا انگار چیز خاصی رخ نداده که. دیدی دیگه الان در مملکت ما ابتذال شر رخ داد، آمار میاد فلان میلیارد اختلاس شده، مردم میخند دیگه، نمیگن آقا این پول که بردن تو خیابان زن و بچه مردم رو میزنن، بقیه نشستن دارن تماشا میکنن. این ابتذال شر. اگه تغییرش ندیم هر روز دچار این فاجعه خواهیم شد. مورد دیگری که باز در ذیل توجیه کنندگی ایدئولوژی ها میخوام عرض کنم، پرده پوشیه. یعنی الفاظ و عناوینی در ایدئولوژی ها اختراع میشه، جعل میشه، یعنی ساخته شدن، به کار برده میشه که کار زشت و قبیح رو برای شما موجه میکنه. اصلا شما میگی خب این که اون نیست. شما در اسلام نگاه بکنید، به خصوص در شیعه، طرف دروغ میگه، میگه چرا دروغ میگی؟ میگه دروغ نگفتم، تقیه کردی، تقیه کرد. اینا ساخته خمینی نیستا، این انقلابیون سال 57، اون ابوالحسن بنی صدر رو، نمیدونم این پامنبری های اون آقا، گفتن آقا خمینی به ما برگشت گفته، میدونم ما فلان میکنیم و این میکنیم و اون میکنیم، ما هم باور کردیم. بعد آمدیم به این آقا گفتیم که آقا تو که قبلا اونجا تو اونو فلوشا تو اینو گفتی، اونجا اینو گفتی، گفت تقیه کردی، خدعه کردی. خمینی دروغ نگفت، تقیه جزء مبنای کاری این هاست، خدعه، الحرب خدعه، این کلام علیست، محمد هم همینو گفت. تو که خمینی رو نمیشناسی، ایدئولوژیش رو نمیشناسی، طبیعتا این جانور رو نمیشناسی که کی گازت میگیره، کی تو رو پاره میکنه، کی با تو میخنده، مهربانه. فکر میکنی سگه، داری میبینی گرگه. تقیه حدیث داری مثلا، ما نه دهم دین تقیه است. جعفر صادق میگه تقیه دین آب و اجدادی ماست. حالا تقیه یعنی چی؟ یعنی دروغ، برای حفظ جان و دین و مال و همین هم توی دروغ بگی. بعد از این آخونده گفتن نه خیلی، فقط برای حفظ دین و جان است، نه خیلی برای مال هم هست. حجاج ابن علات سلمی که صحابیان محمد بود، پول داشت نزد مردم مکه، محمد بخواست بره خیبر، حجاج بهش گفت آقا من مسلمونم ولی یه پولایی دارم، اموالم هست در میان مردم مکه، من اگه برم اونجا اینا خبر میگیرن که خیبر چه خبر شد، آیا من میتونم دروغ بگم، بگم محمد شکست خورد،
بعد اونا خوشحال بشن، بعد بگم خب پول منو بدید، اونا پول بدن و من بعد برگردم به نزد شما محمد گوهاره برو. برای حفظ مالش آمد در مکه دروغ گفت. تقیه جز اصول فکری ایناست، نه دهم دینشونه. با این اصلا دینشون رو حفظ کردن، ایدئولوژیشون رو حفظ کردن. آخوند تو موضع ضعف قرار گرفت، به شما گفت ما خیلی خوبیم، داره تقیه میکنه. 4 سال قبل یکی از دوستان به من گفت آقای سلیمانی، شما در مورد این فتوای آقای خامنه ای که گفته استفاده از بمب اتمی حرام است نظرتون چیه؟ آیه شرعیه که ایشون میگه شرع ما گفته؟ ما با توجه به آیه 60 سوره انفال که اتفاقا آرم سپاه پاسداران هم هست یه مقاله مفصلی نوشتیم. حالا این مطلبی است که من بعدا سعی میکنم بیارم در همین رسانه بخوانیم نظر مفسرین قرآن رو، که اتفاقا نه تنها داشتن مدرنترین سلاح‌های هر عصر برای مسلمانان واجبه، بلکه حتی باید از او پیشی هم بگیرن که بخوان دشمنان رو بترسانن. فارم سپاس و ای دوله هم مستطعت و من قوه از اسبان خودتون. حالا اون آیه قرآن اینه که برید ادوات و ابزار جنگی رو گسترش بدید. خب این حکمه. اما چرا خامنه ای داره میگه نه خیر، بمب اتم برای ما حرام شرعی است؟ به خاطر اینکه میدونه اگه برگرده بگه نه خیر در ایدئولوژی و دین ما یه همچین داستانی هست، خب جهان برعلش موضع میگیره، میگه پس درسته گزارش بازستان که شما اون زیر میرا دارید این کارا رو میکنید. می‌خوایم داشتن بمب اتمی برای رژیم جمهوری اسلامی از اوجب واجبات. بزرگترین مفسرانشون، اکبر اکابرشون در کتاب‌های تفسیری آوردن که مسلمانان حق دارن و وظیفه‌شونه، این خدا وظیفه رو به ما مسلمانان داده که آنقدر ابزار و ادوات و تجهیزات جنگی داشته باشیم که دشمنانمون رو بترسونیم. دشمنان اینا کیان؟ از نظر اینا غربیان دیگه، از اسرائیل بگیرید تا خب برای ترسوندن اسرائیل شما مثلا میخواید با کی؟ با پهباد برید به جنگید؟ خب باید بمب اتم داشته باشید. اما اینکه خامنه‌ای میگه نه، به خاطر تقیه است. یعنی جایی که شما سعی کنید برای حفظ دین، حکومت دینی، به مردم جهان دروغ بگی، به نیروهای خود دروغ. بعضی از این کارشناسان هم دیدید مشاوران وزارت امور خارجه، اون خانم طباطبایی نامی بود آورده بودم، من نمیدونم کی از کجا پیدا میکنن اینها رو، همه نفوذی های جمهوری اسلامی که بعدا هم مشخص شد ارتباطاتی داشت با جمهوری اسلامی، خانم لادن طباطبایی نامی بود. یه برنامه ازشون دیدم، یکی از دوستان فرستاده بود، دیدم ایشون میگه بله ایشون مرجع تقلید هستن، فتوا دادن که فلان است. برای ایشون خانم نه فتوا میفهمه چی، نه مرجع تقلید میدونه کیه، نه مبانی اصول فقه و کتب اربعه و طریقه استنباط احکام اسلامی رو میفهمه، بعد میگه که نه از این تقیه کرد. وقتی ندانید فردا صدای بمب اتمی که شنیدید، اون وقت متوجه میشید که بابا سلیمانی درست میگه، ما چقدر خام بودیم نفهمیدیم. بنابراین سعی میکنن با پرده پوشی نسبت به الفاظ و عناوین مردم و جامعه رو فریب بدن. خود تقیه و در اون طرف داستان هم هست. شما تمام این ایدئولوژی رو شما نگاه بکنید، چگونه رفتارهای غیر اخلاقی رو با برچسب زنی توجیه میکنن، وعده میدن اما وعده هایی که اصلا مشخص نیست کی محقق میشه. مردم پرسش میکنن، بعد از مدتی میپرسن که آقا این وعده یک جامعه آزاد کمونیستی کجاست؟ خب رفیق استالین چی میخواد بگه؟ مجبور توجیه بکنه.
بعد از مارکسیسم، لنینیسم و استالینیسم و اینا میاد، این اسم های بعد از اون نام ها هم نشانه توجیه کنندگی است. یعنی لنین آمده برخی از نظریه های مارکس رو توجیه کرده چون با اون متفاوته، اما نمیخوان از اون جدا هم بکنن لنینیسم رو. بعد از اون استالین میاد، او هم نظر خودش رو داره، چون وعده هایی که میدن خب به مرور زمان بعد 10 سال 20 سال محقق بشه، مردم ببینن. وقتی نمیشه یه عنوانی بهش میدن، میگن نه مقصود آقای لنین این نبود، رفیق استالین میدونه داستان چیه. اگه آلمان نازی و ایتالیای فاشیست هم اگر مدت زمانی مثل 7-8 دهه شوروی کمونیستی دوام می آوردن، شما میبینید یه هیتلریسمی بود، بعد از اون مثلا یه چیز دیگری اضافه میشد که وعده های هیتلر بتونه تاب آوریش رو حفظ کنه، دوام آوریش رو حفظ کنه. ایدئولوژی ها اینجوری زنده میمونن وقتی جنبه حکومتی گرفتن. روز اول وعده میدن به مردم، به مرور زمان وقتی محقق نمیشه از ابزار خاصی استفاده میکنه برای توجیه اینکه چرا نشدیم، چرا نتوانستیم. مورد چهارم که ادامه همین مسئله هست، مهار واقعیته. یعنی ایدئولوژی ها سعی میکنن واقعیتی که پیرامون جامعه داره شکل میگیره رو نادیده بگیرن، بهش نپردازن، اون رو بنابر نظر خودشون تعبیر کنن. شما امروز به رسانه های جمهوری اسلامی نگاه بکنید، حالا امروز که خیلی رسانه های هم ارز زیاد شده، دست جمهوری اسلامی بسته است برای سلطه خبری. اما برگردید به اوایل انقلاب، موقعی که مثلا 2 تا شبکه تلویزیونی بود و دیگه تلویزیون های ماهواره‌ای نبود، اخباری به اون صورت به دست مردم نمی رسید، در این فضا مهار واقعیت خیلی راحت رخ میده. مهار واقعیت به چه معناست؟ این تعبیر است که اورول به کار برد، منم از اون تعبیر استفاده میکنم، منتها مصادیق و محوریتش رو کمی دگرگون کردم، تغییر دادم. به این معنا که انسان ها باور میکنن آن چیزی که تریبون رسمی، منابع خبری و گزارشات داره میاد درسته. جهان با ما دشمنه، از صبح تا شب در جهان نشستن دارن بر علیه ما توطئه میکنن. این رسانه‌های جمهوری اسلامی رو به نگاه بکنید، اون دهه های اول به نحوی بود که شما مثلا فکر کردی صبح تا شب این رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و انگلستان دور هم نشستن دارن بر علیه خمینی و دار و دستش توطئه میکنن، از طریق سفارتخونه هاشون پیگیرن، از طریق ایادیشون مثل آل سعود و صدام و دیگران به دنبال اجراشن، از مدارس گرفته، مطبوعات گرفته، رسانه ها گرفته، نخبگان گرفته، همه هم اینو ترویج میدادن. در حالی که جهان واقعی اینجوری نبود، اما چون ایدئولوژی میخواد اینجوری شما نگاه بکنید، میگید انقلاب رو ما کردیم آخوندا، هیچ گروه دیگه نقشی نداشت، اینا همه منافق بودن، اومدن یه روز با ما همکاری کردن چیزی گیرشون بیاد، بعد ما اینا رو انداختیم بیرون. در حالی که به نگاه بکنیم میبینی نه خیر، در انقلاب 57 همه نقش داشتن، گروه های مختلف سیاسی بودن، گروه های اجتماعی بودن، خود اشتباهات رژیم بود، بعضی از عوامل خود رژیم هم با انقلابیون همکاری کردن، هزاران عامل توش دخیل، دولت های خارجی هم نقش داشت. اما آخونده میخواد پیروزی به نام خودش باشه. انقلاب کار رهبر ما آقای خمینی بود، دیدی اون مرد فرزانه انقلاب کرد، اینا که اصلا به حساب نمیاد. چرا؟ چون میخواد میوه انقلاب به نام خودش باشه، سفره انقلاب باشه مال آخونده. همین موضوع در جنگ هم رخ داده بود، شما فیلم هایی میساختن دفاع مقدس، بعد میرفتی نگاه میکردی کسانی که تو اون جنگ ها بودن، آدم های مخلص، آدم های فلان، به مرور بعدها دیدید فیلم های بیرون آمد که نشان میداد خیلی از اینایی که به جنگ رفتن اصلا برای وطن رفتن، داغ اسلام و نمیدونم امام و اینا نداشتن. یا
محیط جبهه هم همچین معنوی نبود. فرماندهان جنگی ما هم مردان خدا نبودن. هزاران نفر رو بر روی مینها فرستاد. در کربلای چارها به کشتن داد. این برادر محسن و بقیه عراض لوباشش. اما رسانه ها نمیخوان واقعیت به شما بگن که بله همین جوانانی که چه بسا تا دیروز مشروب میخوردن امروز رفتن میدان جنگ بجنگ، تا دیروز تو سر کوچه دعوا میافتادن و درگیر میشدن. ما داشتیم اینا رو. ما زمان شخص من زمانی به دنیا آمدم که جنگ شروع شده سال 59. حتی که اندکی جوانتر شدیم و میفهمیدیم، وقتی در مورد این شهید ها سوال میکردیم از دوستانمون، حالا خانواده شهید بودن یا بچه بسن، آقا این بچه شیطونی هم بود، درسون هم نبود، برای که مدرسه نره رفت جبه، برای که انتن جنگی شایسته تقدیره این افراد، باید به اونها احترام گذاشت. من کسانی که در درون جنگ ایران عراق کشته شده، ما بجه شهید رو به کار نمید، من این رو به دو دسته تقسیم میکنم. یکی کسانی که برای وطن و هموطن جنگیدن، اینا قابل احترام، اما کسانی که برای ایدئولوژی جنگیدن، من اونها رو قابل احترام نمیدارم، چون حفظ همون ایدئولوژی است که امروز داره بر مردم و جنایت. بنابراین وصیت‌نامه شهیدی رو که اون زمان خیلی مرسوم بود میخواندن، در مدارس می آوردن پخش میکردن میخوندن که بله امام را حفظ کنی، از مثلا شهیدی حالا رفته بود در جبهه، یه نامه هم نوشته بود برای مادرش که بله حجاب را حفظ کنید، امام را حفظ کنید، پایبند ولی فقیه باشید. این آقا 2000 برای من نمیارزه، چون همون ولی فقیه، همون امام، همون زمان ها در حال جنایت بود در کوچه پس کوچه های تهران و جای دیگه در ایران، همه مناطق کشور، در همون زندان ها داشتن هزاران نفر آدم می کشتن. اما کسی که برای وطنش رفت، برای حفظ وطنش، برای هموطنش رفته، اون شایسته تقدیر. اما جمهوری اسلامی هیچ نامی نمیاره از کسانی که رفتن جنگیدن، چه بسا تعلقات اسلامی نداشتن، مثلا زرتشتی بوده، یا جوانی مثلا ممکنه یهودی بوده باشه، زرتشتی باشه، مسیحی باشه، ارمنی باشه، رفته جنگیده، اما اینا رو نمیاره. اون روزای اول که اصلا نمی آورد، حالا اخیرا کمی فضا باز شد که یه سری فیلم هایی ساختن در مورد دفاع مقدس که نشان میداد این فرماندهان جنگ چه جنایت هایی کردن در اون تصمیمات غلطی که گرفتن، تا فیلم های دیگری که نشان میداد همه اهل دل بودن، جوانایی که میرفتن تا دیروز بنو تو محله خودشون آدمای معمولی مثل همه ما، فرشته نبودن، مرد خدا و اینا هم نبودن، میرفتن برای وطن میجن. اما بهار واقعیت این کار رو میکنه، مصادره دفاع مقدس به نفع یک گروه خاصی. حتی بعضی از سران ارتش سر و صداشون در آمد، که بابا این سپاه که پول داره، نفوذ داره در سینمای کشور، اخباری رو منتشر میکنه که گویی فقط سپاه بود که تو جنگ درخشید، ارتش نقشی نداشت. اونقدری که این اراذل و اوباش سپاه رو شما مثلا برجسته میبینید، سران ارتش رو اصلا میشناسی؟ یکی حالا اون صیاد شیرازی رو که اونم همیشه اختلاف داشت و اونم آدم همچین ناجوری هم بود، میان اینا یکی برجسته میکنن که کمی به سپاه مثلا چیز، وگرنه کیو شما میشناسید؟ اصلا نیرو هوایی ارتش که اون زمان در ابتدای جنگ این همه درخشیدن کجان؟ اصلا کسی اونا رو میشناسه؟ یه خلبان برجسته بود آقای محمود اسکندری، رشادت های عجیبی انجام داده بود. حتی الان هم شما نگاه بکنید
جستجو بکنید اخباری از ایشون هست. جنرال برجسته ما چندین عملیات خیلی شایسته واقعا قدردانی داشت. او رو به اتهام جاسوسی برای سلطنت طلبا محاکمه کرد که آقا این جاسوسه مثلا با اوناست اینجور فلانه. چرا؟ چون آدم مستقلی بود. چند نفر از نزدیکانش یعنی همکارانش اونایی که همردی او بودن خلبان بودن رفته بودن آقا این حرفو چی شما این آقا بستی؟ چون نمیخواد اسطوره هایی در ارتش ساخته بشه. بستش میکنم به نظام نمیدونم بیدا سعید آقا سلطنت طلبه. اون سپاهی اون خوبه. حالا مهم نیست 4000 نفر رو به کشتن داد در کربلای 4 رو نمیدونم جای دیگه. نه. محمود اسکندری رو بذاریم کنار. یه خلبان شاخصی بود فریدون زندی از اون خلبانای برجسته تامکت بود F14. به دلیل درگیری که با اون آقای بابایی و نمیدونم دیگران داشت. بر علیه او به چه کارهایی که کرد. چه اتهاماتی میزنن بازجسته میکرد. چرا؟ چون میخوان اخبار جنگ رو مصادره کنن به نفع خودشون. چقدر قدردانی شده از نیروی هوایی ارتش. اما برای سپاه ببینید چی ساختیم. بنابراین در درون خود اون ایدئولوژی ها هم مهار واقعیت وجود داره. شما برید عکس های استالین رو نگاه بکنید. اونایی که باقی مانده از روزهای اول ببین کیا کنارشن. اما زمانی که قدرت رو گرفته کیا کنارشن. حتی اون عکس ها رو هم عوض کردن. چرا؟ که بگن این یکی خائن بود، اون یکی جنایتکار بود، اون یکی بر علیه آرمان حزب دخالت میکرد. چون واقعیت رو در عکس جدید به شما نشان بده. همین خامنه‌ای شما بر نگاه بکنید. اون اول انقلاب پس کی بود اینا؟ اما به مرور دستگاه سعی میکنه واقعیت ها رو پاک کنه و یک واقعیت جدیدی به مخاطب بده که باور کنه این آقا رهبر انقلابه. الان شما دقت کنید وقتی سید علی خامنه‌ای رو نام میبرن میگن رهبر انقلاب. آقا اینجا کجا رهبر انقلاب بوده؟ یک از رده پایین های انقلاب بود، به کمک هاشمی رفسنجانی و اینا وارد اون حزب جمهوری و گروه های مختلف آخوند و بعد شورای انقلاب و نمیدونم این چیزا شد، یه کمی آمد بالا. کجا رهبری انقلاب داشت؟ برای این 10 نفر تو مشهد نمی آمدن بیرون. اما میخوان اون رو به جایی برسونن که نقشش در اون انقلاب برجسته باشه. پس مهار واقعیت هم یکی از ویژگی های ایدئولوژیست. خب بحثمون ادامه خواهد داشت در آینده. همین ها برای اینکه فهم کنیم چطور در یک دامی افتادیم که بیرون آمدن از اون دشوار اما شدنی است. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون